در سکانس بعد و در حالی که یک فضای باز و روشن نشان داده می شود، مجسمه شیطانی را می بینیم که نشسته و چنباتمه زده است. در همین لحظه در زیر مجسمه شیطان دهانه یک غار ملاحظه می گردد که ناگهان دجال یا آنتی‌کریست از آن خارج می شود. در همین زمان و پس از خروج دجال، ریزش سقف غار نیز در تاریکی پس زمینه به چشم می خورد. سپس دجال با سرعت بسیار زیادی فاصله دهانه غار تا دریای آزاد را پیموده و به سمت محل طلوع خورشید حرکت می کند. در حال حرکت قایق نیز تعداد زیادی گل لوتوس یا نیلوفر آبی در آب شکفته شده و در مسیری که قایق به حرکت در می آید بر روی آب شناور می گردند. این سکانس نیز سکانس پیچیده‌ای بوده و نیاز به توضیح در لایه‌های مختلف دارد. در لایه اول تحلیل این سکانس، ابتدا باید به مجسمه شیطان مانندی که در لحظات اول ملاحظه می‌گردد اشاره کرد. این مجسمه به یک اثر معماری به نام شیاطین کورنهیل یا کورنهین دیولز در مجاورت کلیسای سنت پیتر لندن اشاره دارد. کلیسای سنت پیتر اپان کورنهیلز کلیسایی است که در محله کورنهیل لندن و در نزدیکی رود تمز واقع شده است. در ساختمان مجاور این کلیسا از نمادهای عجیب و غریب شیطانی استفاده شده است که مهمترین آنها سه مجسمه شیطان هستند که به عنوان شیاطین کورنهیل شناخته می شوند. شیاطین کورنهیل و بالاخص بزرگترین شیطان از بین سه شیطان ذکر شده به شکل چنباتمه زده و نشسته به تصویر کشیده شدند و بسیار شبیه مجسمه شیطان چنباتمه زده در انیمیشن آی پت گو تو می باشند. در بین مردم عامه و نیز در وبسایت ها و کتب ذکر شده است که علت ساخت این مجسمه های شیطانی در مجاورت کلیسا دعوا و درگیری بین معاون کلیسا و معمار بنای مجاور بوده است. لکن این ادعا بسیار ساده انگارانه و عوام فریبانه می باشد. برای درک بهتر موضوع، ابتدا باید به ذکر تاریخچه‌ای مختصر از بنای کلیسای سنت پیتر اپان کورنهیلز بپردازیم. کلیسای سنت پیتر اپان کورنهیلز کلیسای بسیار قدیمی است که بنای آن را به قرن پنجم یا ششم میلادی نسبت می دهند. لکن این کلیسا در آتش سوزی سال 1666 میلادی لندن به کلی در آتش سوخت و پس از تخریب کامل در سال 1667 میلادی توسط معمار و فراماسون مشهور انگلیسی سر کریستوفر رن تجدید بنا شد. بنای مجاور ساختمان کلیسای سنت پیتر در کورنهیل در سال 1893 میلادی توسط معمار مشهور دیگری به نام ارنست اگستس رانس که وی نیز فراماسون بوده است ساخته شده است. بنابراین علت ساخت مجسمه های شیاطین کورنهیل نه دعوای احمقانه دو نفر بلکه برنامه‌ای کاملا ماسونی و شیطانی بوده است. در لایه دوم تحلیل این سکانس از انیمیشن باید به این نکته اشاره کنیم که آتش سوزی لندن در سال 1666 میلادی یک آتش سوزی ساده نبوده است، بلکه بسیاری از پژوهشگران این آتش سوزی را یک آتش سوزی عمدی می دانند که در سال جادویی فراماسون ها و شیطان پرستان، یعنی سالی که سه عدد 6 یا همان عدد 666 مورد علاقه شیطان پرستان را به همراه داشته، رقم خورده است. نکته بسیار مهم این که به دنبال این آتش سوزی بزرگ در لندن تعداد بسیار زیادی از کلیساها و مراکز فرهنگی مسیحی آتش گرفتند و پس از اطفاء حریق فراماسون‌ها که بسیاری از آنها معمار نیز بودند درخواست کردند تا در ساخت مجدد کلیساها نقش کلیدی داشته باشند. با توجه به مطالب ذکر شده بسیاری از پژوهشگران
سال 1666 میلادی را سال کلیدی و طلایی فراماسونری و آغاز فعالیت علنی و رسمی فراماسون‌ها در سطح اجتماع دانستند و از آن به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در تاریخ فراماسونری یاد نمودند. یکی از کلیدی ترین چهره های فراماسونری آن عصر سر کریستوفر رن فراماسون بوده است که مسئولیت ساخت 52 کلیسا را بر عهده گرفته و کلیسای سینت پیترز اپان کورن هیل نیز یکی از این موارد بوده است. البته سایر فراماسون ها در همان زمان و زمانهای بعد کار سر کریستوفر رن را تکمیل نموده و انواع نمادهای ماسونی را در ساختمان‌های جدید بناشده لندن به کار بردند. ارنست آگستس رانس نیز یکی از این معماران بود که مجسمه‌های شیطانی شیاطین کورن هیل را در مجاورت کلیسای سینت پیتر به یادگار گذاشته است. بنابراین اشاره به این شیاطین در این سکانس از انیمیشن اشاره‌ای رمزی به وقایع مهم تاریخ فراماسونری و بلخص آتش سوزی بزرگ لندن است که این آتش از دید فراماسونری مقدس بوده و حافظان آن با عنوان Keepers of the Flame مورد حمایت قرار گرفتند. به عبارت دیگر این سکانس از انیمیشن به نقش آتش مقدس ماسونی در ایجاد تحولات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر جهان اشاره می نماید که البته در سکانس های آتی موارد دیگری از اهمیت این آتش ماسونی را درک خواهیم کرد.